سلام و وقت شما بخیر با این ویدیو همراه باشید دانش آموزان مهاجر بر اثر تعطیلی طولانی مدت مکاتب در آلمان بیشترین آسیب را دیدند. به خاطر همگیری کرونا و تعطیلی طولانی مدت مکاتب، دانش آموزان مهاجری که در خانه آلمانی صحبت نمی کنند، بسیار بیشتر از دیگران آسیب دیدند و میزان ترک تحصیل در میان آنها افزایش یافت است. وقتی که یک معلم به ام وجیها یک زن مهاجر سوریایی گفت که زبان آلمانی پسر 9 سالش در طول تعطیلی 6 هفته‌ای مکتب ضعیفتر شده او ناراحت شد، اما این خبر برایش غیر نبود. این مادر دو فرزند که 25 سال دارد در ادامه گفت. وجیه به سرعت آلمانی یاد گرفت و ما به او افتخار می کردیم. او در ادامه گفت من می دانستم که پسرم آنچه را که آموخته بدون تمرین کردن فراموش می کند اما نمی توانستم به او کمک کنم. حالا پسر او باید یک سال دیگر را در سنف موسوم به کلاس خوش آمدگویی بگذراند تا میزان تسلط او بر زبان آلمانی به سطحی برسد که بتواند به همسن و سالان آلمانی زبانش در مکتب ملحق شود. تعطیلی مکاتب که از ماه مارچ سال گذشته تا به حال به حدود سی هفته رسیده باعث گسترش بیشتر شکاف میان دانش آموزان مهاجر و بومی در آلمان شده است حتی قبل از همهگیری کرونا هم میزان ترک تحصیل در میان مهاجران 18.2 درصد بود که تقریبا سه برابر میانگین میزان ترک تحصیل در سطح ملی است کارشناسان بر اهمیت افزایش کمک به دانش آموزان مهاجر تاکید دارند آنها میگویند در غیر این صورت تلاش های آلمان برای ادغام بیش از دو میلیون تن که طی هفت سال گذشته درخواست پناهندگی دادند هدر می روید. این مهاجران عمدتا از کشورهای سوریه عراق و افغانستان بودند توماس لیبک که از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD گفت بزرگترین تاثیر همهگیری کرونا بر روند ادغام قطع ناگهانی ارتباط مهاجران با شهروندان آلمانی است او گفت بیشتر کودکان مهاجر در خانه آلمانی صحبت نمی کنند و به این خاطر ارتباط با مردم بومی بسیار مهم است بیش از 50 درصد از دانش آموزان در آلمان که والدین مهاجر دارند در خانه آلمانی صحبت نمی کنند در میان 37 کشور عضو OECD ای این بالاترین میزان است در فرانسه شمار این گروه از دانش آموزان به 35 درصد میرسد این آمار در مورد دانش آموزانی که در آلمان به دنیا نیامدند بلندتر است و به 85 درصد میرسد والدین مهاجری که از تحصیلات اکادمیک برخوردار نیستند و بر زبان آلمانی به خوبی تسلط ندارند تلاش کردند تا به فرزندانشان که مجبور به یادگیری در خانه بودند کمک کنند از آنجایی که مهاجران بیشتر در مناطق فقیر نشین زندگی می کنند و موارد ابتلا به بیماری کوید 19 در چنین نواحی بیشتر است والدین مهاجر بیشتر با مشکل تعطیلی مکاتب روبرو بودند آنگلا مرکل صدر آلمان و نخست وزیران 16 ایالت تصمیم گرفتند که در طول هر سه موج شویی ویروس کرونا مکاتب را تعطیل کنند در حالی که کارخانه ها را برای محافظت از اقتصاد آلمان بازگذاشته شدند مانان داف که رهبری یک پروژه مشاوره برای مادران مهاجر را بر عهده دارد گفت همهگیری کرونا مشکلات مهاجران را تشدید کرده است این پروژه توسط سازمان خیریه دیاکنی در ناحیه نای کلن برلین اداره می شود که وابسته به کلیسای پرتستان است. نداف در ادامه گفت آنها یعنی مهاجران مجبور بودند به مسائل اداری بیشتری رسیدگی کنند مانند سازماندهی آزمایش کرونا برای کودکانشان یا گرفتن وقت واکسین سردرگمی زیادی وجود دارد اشخاصی بودند که از ما پرسیدند آیا این درست است که نوشیدن چای زنجفیل تازه از ابتلا به کرونا محافظت می کند و آیا واکسن کرونا باعث عقیم شدن می شود؟ نداف ام وجیحه را به نورزاید یک مادر عربی آلمانی معرفی کرد که به او نشان داد چگونه به دختر و پسرش برای یادگیری کمک کند. نارسایی های طولانی مدت در سیستم تعلیم و تربیه آلمان مانند ضعف در زیرساخت های دیجیتالی و کاهش ساعات مکتب بر مشکلات والدین افزود. به گزارش اتحادیه معلمان فقط 45 درصد از 40 هزار مکتب در آلمان بیش از همگیری کرونا اینترنت پرسرعت داشتند و مکاتب در آلمان تا ساعت 13 و باز هستند در حالی که دانش آموزان در فرانسه می دست کم تا ساعت 15 و 30 در مکتب باشند. در نواحی فقیرنشین اینکه مکاتب زیرساخت های دیجیتالی محروم باشند بیشتر است و والدین توانایی خرید لپتاپ یا شامل کردن فرزندانشان در مؤسسه های مراقبت از اطفال پس از رخصتی مکتب را ندارند آلمان بین سالهای 2000 تا 2013 موفق شد با توجه بیشتر به یادگیری زبان آلمانی در محت کودک ها و مکاتب میزان ترک تحصیل را در میان مهاجران به نصف یا به عبارت بهتر به ده درصد برساند اما در سالهای گذشته دانش آموزان بیشتری از کشورهای مانند سوریه افغانستان، عراق و سودان که استانداردهای تحصیلی در آنجا پایینتر است، وارد مکاتب آلمان شدند و میزان ترک تحصیل دوباره افزایش یافت. به گفته اتحادیه معلمان 20 درصد از 10.9 میلیون دانش آموز در آلمان برای اینکه بتوانند مکتب را موفقانه به پایان برسانند به تدریس خصوصی نیاز دارند و انتظار می روید که میزان کلی ترک تحصیل دو برابر شده و به بیش از 100 هزار مورد برسد. از همراهی شما سپاس گذاریم.